در حالی که عملیات‌های نظامی ارتش سوریه علیه معترضان به شدت ادامه دارد، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری در انقره بار دیگر به سوریه هشدار داده است که عملیات نظامی علیه معترضان را به صورت فوری متوقف سازد. در غیر آن دست به گام‌های بعدی خواهند زد، ولی توضیح نداد که این گام‌ها چه خواهد بود. قدر بیلیمیزی هر زمان سردرجه. این آخرین حرف ما برای مقامات سوریه است. توقع نخست ما این است که عملیات های نظامی به صورت عاجل و بدون قید و شرط پایان یابد. اگر به این عملیات خاتمه داده نشود، هیچ چیز جز بحث بر سر اتخاذ گام های بعدی مورد گفتگو قرار نخواهد گرفت. از سوی هم دیپلمات های خارجی میگویند آقای اوغلو در سفرش به دمشق به بشار الاسد 2 هفته وقت داده بود تا تغییرات جدی را در رفتارش ایجاد کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در تماس تلفنی در مورد اقدامات بعدی برای اعمال فشارها بیشتر بر دولت سوریه با هم گفتگو کرده بودند. As you know, they are in the process of reforming their government. ما در مورد حملات ارتش سوریه در شهر لاذقیه و نواحی آن نگران هستیم. ما اکنون در سطح جهان با شرکای خود کار میکنیم تا فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر دولت اسد افزایش دهیم، زیرا آقای اسد فردی است که مردم بیگناه را مورد حمله قرار میدهد. Those conversations continue. از سوی هم گفته شده از آغاز اعتراضات تا اکنون بیش از 1700 تن کشته، نزدیک به 30,000 تن بازداشت و هزاران تن دیگری این کشور را ترک گفته اند.